به نام خدا، احسان دین پرور هستم، کارشناس ارشد روانشناسی. دوره‌ای که قرار هست با هم شروع بکنیم دوره روانشناسی عمومی هستش. ما در ابتدا یک معرفی از دوره خواهیم داشت که این دوره قراره که چه چشم‌اندازی برای ما داشته باشه. دوره روانشناسی عمومی یک دوره جامع از تمام رؤوس روانشناسی هست. توی این دوره ما با مفاهیم پایه و کاربردی رشته روانشناسی آشنا خواهیم شد. همینطور این دوره زمینه یادگیری واحدهای دیگه ی رشته روانشناسی رو به ما خواهد داد. در ادامه خواهیم دید که فصولی که توی دوره روانشناسی عمومی تدوین شده تقریبا همه ی واحدهای رشته روانشناسی رو در بر میگیره و یک نگاه کلی از واحدهایی که توی رشته روانشناسی ما باید بگذرونیم و در مورد اونها علم کسب کنیم رو پوشش خواهد داد. توی این دوره ما سعی می‌کنیم زمینه یادگیری اون واحدها و یک نگاه کلی به این رشته ها و این واحد ها رو داشته باشیم. توی این دوره با روانشناسی علمی آشنا میشیم و تمایز اون رو میتونیم تشخیص بدیم با روانشناسی های شبه علمی که وجود داره یا ادعاهایی که به صورت علم روانشناسی به افراد عرضه میشه. بعد از اینکه این دوره تموم شد ما باید متوجه بشیم که روانشناسی با چه مختصاتی علم هست و چه شرایطی رو باید داشته باشه که ما بپذیریم که اون مواردی که در موردش صحبت میکنن به واسطه روانشناسی علمی هست و مواردی نیست که نشه به اونها استناد کرد. و در انتها توی این دوره باید بگیم که ما با روانشناسی نوین آشنا خواهیم شد، با مطالعات نوینی که توی این دوره از روانشناسی داره اتفاق میفته آشنا میشیم و متوجه میشیم که لبه های دانش و مرزهای دانش توی کجا قرار دارن در روانشناسی. خیلی از چیزهایی که شاید تا امروز میدونستیم تاریخچه روانشناسی بوده، نه چیزی که به عنوان روانشناسی نوین و علم روز روانشناسی وجود داشته. توی این دوره ما سعی میکنیم این موارد رو بهش بپردازیم. توی قسمت روانشناسی عمومی یک که الان در خدمت شما هستیم، ماهیت روانشناسی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، مبانی زیستشناسی روانشناسی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، با مفهوم رشد روانی آشنا خواهیم شد، در مورد احساس و فرایندهای حسی صحبت خواهیم کرد، ادراک رو میشناسیم و در مورد هوشیاری صحبت خواهیم کرد. اما مخاطبان این دوره چه کسانی هستند؟ چه کسانی میتونن از این دوره کامل که در 3 سکشن تقسیم بندی شده استفاده بکنن؟ اولین گروهی که از این دوره ها میتونن به نحو احسن استفاده بکنن دانشجویان رشته روانشناسی، علوم تربیتی و سایر رشته های مرتبط هستند. دوره روانشناسی عمومی دوره‌ای هست که توی ادامه به کمک افراد خواهد اومد. باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم که روانشناسی عمومی بیس و پایه تمام واحدهای روانشناسی هست. و وقتی کتاب‌های مرجع این واحد درسی رو مطالعه می‌کنیم، اسم کتاب‌ها زمینه روانشناسی هست تو بسیاری از موارد. وقتی در مورد زمینه روانشناسی صحبت می‌کنیم، بستر مناسب یادگیری در مورد رشته روانشناسی رو می‌بینیم که توی این قسمت از روانشناسی وجود داره. اگر دانشجویان رشته روانشناسی و علاقه‌مندان به رشته روانشناسی روانشناسی عمومی رو درست متوجه بشن و با مفاهیمی که در روانشناسی عمومی باش سر و کار داریم درست آشنا بشن و مفاهیم رو به شیوه درست بیاموزن، برای سایر واحدهایی که سعی می‌کنه دانشجویان رو تخصصی وارد مفاهیم بکنه مشکلی در مورد اون قسمت نخواهند داشت. پس اولین گروهی که این دوره ها بهشون کمک میکنه دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم مرتبط هستند که توی مقطع کارشناسی و حتی مقطع ارشد دارن این واحدها رو میگذرونن. کسان دیگه ای که میتونن از این دوره ها استفاده بکنن علاقمندان به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی هستن. توصیه مؤکد من به کسانی که سایر رشته ها رو تو مقطع کارشناسی داشتن و الان برای انتخاب رشته تو مقطع ارشد قصد دارن تغییر پارادایم بدن و وارد رشته روانشناسی بشن، این هست که حتما دوره های روانشناسی عمومی رو مورد مطالعه قرار بدن، حتی اگه میخوان برن رشته روانشناسی بالینی، شخصیت، صنعتی سازمانی و سایر رشته ها. این بسیار کمک میکنه به افرادی که میخوان تغییر رشته بدن برای اینکه یک زمینه ای از مفاهیم روانشناسی داشته باشن و بهشون کمک میکنه که کنکور ارشد رو راحت بدن و در ادامه برای یادگیری واحدهای رشته روانشناسی به مشکل نخورن. و کسانی هم که رشته روانشناسی هستن تو مقطع کارشناسی و الان میخوان برای کارشناسی ارشد وارد رشته روانشناسی بشن، هم این دوره ها
میتونه بسیار کمک کننده باشه. عرض کردم روانشناسی عمومی به جز این که توی قسمت خود روانشناسی عمومی خیلی میتونه کمک بکنه به افرادی که این واحد دست به گریبان هستن، یک نگاه کلی راجع به سایر واحدهای درسی هم میده و بسیار میتونه کمک بکنه و کارگشا باشه برای سایر واحدهای درسی. اما از چه منابعی توی این دوره استفاده خواهد شد؟ سه تا منبع اصلی داریم که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. حتما سعی بکنید این منابع رو در نظر داشته باشید و اونها رو مطالعه بکنید. منبع اول کتاب زمینه روانشناسی هیلگارت هست. متن کاملش رو ما مورد بررسی قرار خواهیم داد و توی این دوره از اون استفاده کردیم. کتاب زمینه روانشناسی هیلگارت توسط اتکینسون و همکارانش نوشته شده و ترجمه گروه مترجمان هست به سرپرستی دکتر براهیمی. یکی از انتشاراتی هست که این کتاب رو انتشار داده. سایر انتشارات هم اومدن این کتاب ها رو ترجمه کردن و انتشار دادن، چند جلدیش کردن، چکیدش و خلاصش توی بازار وجود داره. اما توصیه من به شما اینه که متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارت رو در نظر داشته باشید. منبع دومی که از اون استفاده می‌کنیم زمینه روانشناسی سانتراک هست. کتاب زمینه روانشناسی سانتراک رو هم سانتراک نوشته و آقای مهرداد فیروزبخت ترجمه کرده و ما از این منبع هم استفاده خواهیم کرد. و منبع بعدی که از اون استفاده می‌کنیم کتاب روانشناسی عمومی تألیف دکتر حمزه گنجی هستش. منبع اصلی که ما توی این دوره استفاده می‌کنیم کتاب زمینه روانشناسی هیلگارت هست و از دو کتاب بعدی به عنوان منابع کمکی استفاده خواهیم کرد. خب بعد از اینکه یک معرفی از دوره داشتیم و در مورد منابعی که از اون استفاده می‌کنیم صحبت کردیم، یک نگاه کلی راجع به فصولی که توی این قسمت از دوره مورد بررسی قرار میدیم داشته باشیم. به تصویر توجه بکنید و فصل‌ها رو یک مرور داشته باشید. فصل اولی که می‌خوایم صحبت بکنیم در موردش ماهیت روانشناسی هست. در ابتدا راجع به این صحبت می‌کنیم که هدف ما از گذروندن این فصل چی هستش و در مورد اون یک نگاه کلی خواهیم داشت. بعد میریم سراغ اینکه گستره روانشناسی تا کجا هستش. روانشناسی قراره چه چیزهایی رو مطالعه بکنه و پاش رو تا چه حدی از مرز علم قرار میده. در مورد خواستگاه‌های تاریخی روانشناسی صحبت خواهیم کرد. در مورد اینکه فطری‌نگری در برابر تجربه‌گرایی کجای تاریخ اتفاق افتاد؟ آغاز روانشناسی علمی در کجا شکل گرفت؟ در مورد مفهوم ساختگرایی و کارکردگرایی صحبت خواهیم کرد. با رفتارگرایی، روانشناسی گشتال، روانکاوی آشنا خواهیم شد و تحولات نوینی که اتفاق افتاد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. بعد از اون به رویکردهای معاصر توی روانشناسی میپردازیم و در مورد رویکردهای زیستشناختی، رفتاری، شناختی، روانکاوی، پدیدارشناختی صحبت خواهیم کرد. و در بعد از این مورد در مورد پیوند رویکردهای روانشناختی و رویکردهای زیستشناختی صحبت خواهیم کرد و در مورد این صحبت می‌کنیم که این پیوند چگونه موجب فرایندی به اسم کاهشگرایی شده و با مفهوم کاهشگرایی آشنا خواهیم شد. بعد از اون شیوه های پژوهش توی روانشناسی رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد فرضیه سازی و آزمودن اون فرضیه صحبت خواهیم کرد و روش های آزمودن فرضیه مثل روش آزمایش، همبستگی، مشاهده و انواع اون رو باهاش آشنا خواهیم شد. بعد از اون راجع به مرزهای پژوهش روانشناختی صحبت خواهیم کرد و در مورد رویکردهای میان رشته‌ای که توی روانشناسی شکل گرفته و کمکی که از سایر رشته‌ها گرفته برای اینکه بتونه پژوهش‌های نوینی رو داشته باشه صحبت خواهیم کرد و بعد از اون راجع به رشته‌های تخصصی که توی روانشناسی به وجود اومده و الان در حال حاضر در دنیا دارن از اونها استفاده میکنن صحبت خواهیم کرد. در پایان این فصل ما باید راجع به این مسائل یک نگاه داشته باشیم و با این مفاهیم آشنا بشیم. یک بار اهدافی که توی این فصل باید مورد بررسی قرار بدیم رو مرور کنیم تا بدونیم راجع به چه مفاهیمی میخوایم صحبت بکنیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین موضوع آشنایی با انواع موضوعهای مورد بررسی توی روانشناسی هست که توی این فصل باید با اونها آشنا بشیم. خواستگاه‌های تاریخی روانشناسی رو ما باید بتونیم مرور بکنیم و با اونها آشنا بشیم و رویکردهای روانشناسان در بررسی موضوعات روانشناسی رو بدونیم چی هست. روش‌های عمده پژوهش توی روانشناسی رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم و متوجه بشیم که هر روش به چه کاری میاد و هر روش چه نقاط مثبت و چه نقاط منفی خواهد داشت. نقاط قوت و نقاط ضعف روش‌های عمده پژوهش رو باید بشناسیم و در انتها با رشته‌های روانشناسی باید بتونیم آشنا بشیم.
الان میخوایم راجع به گستره روانشناسی صحبت بکنیم. دانش روانشناسی با همه جوانب زندگی انسان سر و کار داره. سوالهایی که توی دانش روانشناسی مطرح میشه همه جوانب زندگی آدم رو در بر میگیره. اینکه بهترین شیوه برای درمان سوء مصرف مواد چه شیوه‌ای هستش؟ اینکه آیا مردان هم مثل زنان میتونن از کودکان مراقبت کنن؟ اینکه آیا محیط‌های کار باید چگونه طراحی بشه تا اشتباه‌های آدمیان به حداقل برسه؟ یک نیروگاه برق هسته‌ای باید چطور طراحی بشه که اشتباه آدمی توی اون به حداقل ممکن برسه و ضرر و میزان خسارت رو ما به حداقل برسونیم؟ این سوال که آیا درمان افسردگی به واسطه روان درمانی موثرتره یا به واسطه دارو درمانی؟ و اینکه فشار بلند مدت چه تأثیری میتونه بر سلامت جسمی انسانها داشته باشه؟ این سوالها به عنوان مثال و همه سوالهایی که با جوانب زندگی انسان سر و کار داشته باشه گستره دانش روانشناسی رو تعیین میکنه. سعی ما بر اینه که متوجه این موضوع باشیم که روانشناسی فقط مختص به درمان کسانی که معضلات روانی دارن و آلام و اختلالات روانی دارن نیست. روانشناسی توی همه وجوه انسان کاربرد داره. روانشناسی به ما کمک میکنه تا متوجه بشیم که چرا افراد به شیوه های معینی میاندیشن و عمل میکنن. با توجه به اینکه روانشناسی بر بسیاری از وجوه زندگی ما اثر میذاره، خوبه که حتی کسایی هم که در پی کسب تخصص تو این رشته نیستن، یه آگاهی مختصری از این دانش داشته باشن. گذروندن یک درس مقدماتی توی روانشناسی به ما کمک میکنه که بفهمیم چرا افراد به شیوه های معینی میاندیشن و عمل میکنن. همینطور یک بصیرت و شناخت نسبت به نگرش‌ها و واکنش‌های خودمون ایجاد می‌کنه. روانشناسی می‌تونه به ما کمک بکنه که یک مقداری درون نگری بیشتری داشته باشیم و همینطور می‌تونه به ما کمک بکنه که ادعاهایی رو که به نام روانشناسی توی جامعه عنوان میشه بتونیم ارزیابی بکنیم. به عنوان مثال ما هر روز توی کانال‌های خبری مختلف، توی سایت‌ها، توی روزنامه‌ها و مجلات، توی اخبار می‌شنویم عبارت‌هایی رو که حالا یا به واسطه تبلیغات یا به واسطه فضاهای دیگه در مورد این صحبت میکنن که مثلا از راه خودتنظیمی موجهای مغزی میتونید استراب خودتون رو مهار بکنه، یا یعنی اینکه تلپاتی به اثبات رسید، اینکه حس ششم وجود داره یا وجود نداره، اینکه به واسطه روشهای خاص هیپنوتیزم میشه درد رو مهار کرد، اینکه همجنسگرایی با نگرشهای والدین پیوند داره، اینکه چندگانگی شخصیت یا چند شخصیتی بودن با سوء استفاده توی دوران کودکی ارتباط مستقیم داره. ادعاهای بسیار زیادی در این موارد مطرح میشه و ما به واسطه رشته روانشناسی و شناخت رشته روانشناسی میتونیم ادعاهایی رو که به نام‌های روانشناسی عنوان میشه ارزیابی بکنیم و فرق روانشناسی واقعی رو با چیزهای تبلیغاتی و چیزهایی که روانشناسی نسبت میدن رو بتونیم بشناسیم. برای اینکه بتونیم ادعاها رو ارزیابی بکنیم دو دسته اطلاعات نیاز داریم. دسته اول اطلاعات اینه که ما بتونیم واقعیت‌های اثبات شده در روانشناسی رو بشناسیم تا بتونیم بگیم که هر ادعایی که تازه هست اگر با این واقعیت‌ها همخونی داشته باشه میتونیم بپذیریمش و اگر با این واقعیت‌ها همخونی نداشته باشه باید با دیده تردید به اینها نگاه بکنیم. و دسته دوم اطلاعات اینه که ما باید دلایل ارائه شده درباره ادعای تازه رو باید بدونیم که تا چه اندازه با معیارهای متعارف شواهد علمی سازگار هستند، چقدر با واقعیت‌هایی که اثبات شدن سازگار هستند. وقتی ما اینها رو بدونیم میتونیم اون ادعاهایی که به نام روانشناسی عنوان میشه رو مورد ارزیابی قرار بدیم. حالا که در مورد گستره روانشناسی صحبت کردیم خوبه که یک تعریف از روانشناسی داشته باشیم. روانشناسی مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی تعریف شده. با توجه به این تعریف میتونیم موضوعات گسترده‌ای رو در روانشناسی قرار بدیم و این تعریف موضوعای بسیار بسیار متنوعی رو در بر میگیره. چند تا مثال و نمونه کوتاه رو در موردش صحبت میکنیم تا متوجه بشیم که چتری که رشته روانشناسی بر علم میاندازه چه مقدار این چتر بزرگیه و چقدر حوزه‌های گوناگونی از رفتار و فرایندهای انسان رو میتونه مورد بررسی قرار بده. سعی من بر اینه که توی این تعریف‌ها و توی این استدلال‌ها و گزارش‌هایی که در مورد اینها به شما میگم گستره روانشناسی رو متوجه بشیم چقدره و فقط روانشناسی رو به گروه‌های محدود مثل رشته روانشناسی بالینی، مثل روانشناسی تربیتی یا هر زیرمجموعه دیگه‌ای محدود نکنیم. روانشناسی رو به صورت چیزی که هست مورد بررسی قرار بدیم و بدونیم که
چقدر این گستره بزرگه. یکی از موضوعاتی که مورد بررسی قرار میگیره آسیب مغزی و بازشناسی چهره ها هستش. تحقیقات بسیار زیادی انجام شده و نتیجه گیری این بوده که ناحیه معینی از مغز وقتی آسیب میبینه، جنبه معینی از رفتار شخص دستخوش تغییر میشه. اما با این حال شخص از جهات دیگر سالم به نظر میاد. اینها نشون دهنده اینه که دانش روانشناسی میتونه بیاد رو آسیب‌های مغزی مورد بررسی قرار بده. روانشناسی میاد راجع به بافت مغز و آسیب‌های مغزی و کارکردهای هر قسمت از مغز صحبت میکنه، راجع به اونها تحقیق انجام میده و سعی میکنه که در این موارد خودش رو دخیل بدونه. موضوع دیگه‌ای که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم نسبت دادن ویژگی‌ها به افراده. شما به نظر بیارید که توی فروشگاه شلوغی یک چنین صحنه ای رو دیدید. مردی که برای یکی از سازمانهای خیریه پول جمع‌آوری میکنه به طرف یکی از مشتریهای فروشگاه میره و درخواست کمک میکنه و مشتری یک چک پول 50,000 تومانی رو در اختیار مسئول جمع‌آوری کمک میذاره. آیا میتوان بگیم که این شخص آدم خیریه یا اینکه باید بگیم حضور انبوه افرادی که وجود داشتن سبب شده که اون مبلغی رو به عنوان کمک پرداخت بکنه؟ از آزمایش‌هایی که به منظور بررسی موقعیت‌هایی از این دست طراحی و اجرا شدن این چنین برمیاد که بسیاری از مردم این مشتری رو آدم خیری به شمار میارن. به این ترتیب هر وقت از ما بخوان که قضاوت کنیم رفتار خاص فرد معینی حاکی از ویژگی‌های معینی توی خود اون شخصه یا ناشی از قرار گرفتن توی موقعیت خاصیه، معمولا ناخودآگاه رفتار رو به خود شخص نسبت میدیم نه به موقعیت. هرچند ممکنه که برخی از فشارهای موقعیتی چنان شدید باشه که سبب بشه افراد به شیوه قابل پیشبینی عمل بکنن. این تحقیقات توی رشته روانشناسی بسیار زیاد شکل گرفته. روانشناسی اجتماعی سعی میکنه بیاد خودش رو توی این قسمت وارد بکنه. اینکه یک رفتار توسط ویژگی‌های افراد شکل میگیره، مثل خیر و بخشنده بودن یا حساس بودن یا حالا هر موضوع دیگه‌ای، یا توسط فشارهای موقعیتی این شکل میگیره و نظریه‌های مختلفی در موردش صحبت شده. یکی از موضوعاتی که رشته روانشناسی در مورد اونها صحبت میکنه این هستش. یادبودگی کودکی موضوعی هستش که مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده رشته روانشناسی که تقریبا هیچ کس قادر نیست اکثر رویدادهای 3 سال اول زندگی خودش رو به خاطر بیاره. این پدیده یادبودگی کودکی نامیده میشه و از این جهت در خور توجهه که 3 سال اول زندگی سرشار از تجربه است. در جریان رشد نوزاد درمونده جای خودش رو به کودک نوپایی میده که سینه‌خیز میره، قانون میکنه و این یکی به کودکی تبدیل میشه که راه میره و حرف میزنه. اما از این دوره‌های گذرا نقشی تو حافظه فعال ما باقی نمیمونه. موضوع دیگه‌ای که رشته روانشناسی مورد بررسی قرار میده چاقی هستش. اینکه به چه علت بعضی از افراد چاق هستن و بعضی از افراد چاقی رو تجربه نمی‌کنن. علل چاقی رو توی سابقه محرومیت از غذا باید بدونیم. عوامل اسیوژنی میتونن این رو برای ما تبیین بکنن. یا اثرات محیطی هستند که باعث میشن که چاقی وجود داشته باشه توی برخی از افراد و توی برخی از افراد این چاقی وجود نداشته باشه. روانشناسی راجع به این موضوع ها هم صحبت میکنه. در مورد پرخاشگری تحقیقات بسیار زیادی تو حیطه روانشناسی شکل گرفته. اینکه برنامه‌های پرخشونت رسانه‌ها بر پرخاشگری کودکان چه اثری می‌ذارن؟ باعث افزایش پرخاشگری میشن برنامه‌هایی که خشونت توشون دارن یا نه؟ خیلی از افراد بر این باورند که برنامه‌های خشونت‌بار تلویزیونی موجب تأثیراتی بر رفتار کودکان میشه. اما عده‌ای معتقدند تماشای این برنامه‌ها ممکنه اثر پالایشی بر اونها داشته باشه. به این معنی که ابراز پرخاشگری از راه تماشای اون باعث بشه که پرخاشگری کودکان کم بشه، یعنی اون میل به پرخاشگری که توسط کودکان وجود داره به واسطه دیدن فیلم‌های پرخاشگرانه تخلیه و ارضا بشه و دیگه پرخاشگری واقعی در رفتار اتفاق نیفته. موضوعاتی که توی روانشناسی مورد بررسی قرار میگیره خیلی بیشتر از این موضوعات هست. این موضوعات اینجا آورده شده تا متوجه بشیم که چقدر تنوع توی موضوعات مورد بررسی روانشناسی وجود داره. وقتی ما میگیم روانشناسی مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنی هست و این رو به صورت علمی انجام میده، دیگه راجع به قسمت‌های مختلفی از زندگی افراد صحبت می‌کنیم و روانشناسی خودش رو دخیل توی قسمت‌های مختلفی از زندگی افراد می‌دونه. اما تاریخ روانشناسی چه تاریخی است؟ خاستگاه تاریخی روانشناسی به کجا برمیگرده؟ خاستگاه تاریخی روانشناسی رو می‌تونیم تا فلاسفه بزرگ یونان پی بگیریم.
مشهورترین فلاسفه‌ای که راجع به مفاهیم روانشناختی صحبت کردن سقراط، افلاطون و ارسطو بودند که پرسش‌های بنیادین در باب زندگی روانی آدمی مطرح کردند. اینکه هوشیاری چیه؟ آدم‌ها ذاتاً منطقی هستند یا غیر منطقی؟ آیا چیزی به نام انتخاب آزاد وجود داره یا افراد تحت تأثیر جبر زمانه و محیط و جبر مکانی و زمانی خودشون هستن؟ این سوال‌ها امروز هم مثل 2000 سال پیش در خور اهمیت هستن. توی طول تاریخ توی دو بُعد سوال‌ها مطرح شده که ما این دو بُعد رو میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و اینها رو از هم دیگه تفکیک بکنیم. اولین نوع سوال‌ها و بُعد سوال‌ها در مورد ماهیت ذهن و فرایندهای ذهنی و روانی هستش. در ادامه خواهیم دید که این سوالاتی که وجود داشتن و در مورد ماهیت ذهن و فرایندهای ذهنی و روانی صحبت می‌کردن باعث ایجاد رویکردهای شناختی توی روانشناسی معاصر شدن و ریشه رویکردهای شناختی توی روانشناسی معاصر همین سوال‌ها راجع به ماهیت ذهن و فرایندهای ذهنی هستش. و قسمت دوم صحبت از بدن و رفتار آدمی هستش. چیزی که توی روزگاران قدیم مطرح بود و بقراط به عنوان پدر علم پزشکی که تقریبا از معاصران سقراط بوده علاقه وافری هم به فیزیولوژی داشته، سعی می‌کرده که بررسی کارکردهای جانداران و اندام‌های اونها رو داشته باشه. توی این رویکرد در مورد نحوه کنترل مغز بر اندام‌های بدن تحقیق میشه و سعی می‌کنیم که نحوه کنترل مغز روی اندام‌ها و ارگان‌های بدن رو مورد بررسی قرار بدیم. رویکردهای زیست شناختی و فیزیولوژیکی که توی روانشناسی امروز وجود داره برگرفته شده از سوالاتیه که در مورد بدن و رفتار آدمی و تأثیر متقابل مغز و کارکردهای بدنی و فیزیکی وجود داشته ایجاد شده و اتفاق افتاده. یکی از نخستین مناقشه‌ها توی حوزه روانشناسی مناقشه بین فطری‌نگری و تجربه گرایی بوده که این موضوع حتی در روزگار ما و حتی امروزه همچنان داغه. دیدگاه فطری نگری میگه که انسان‌ها با گنجینه‌ای از دانش و فهم واقعیت زاییده میشن. به دنیا اومدن انسان‌ها به واسطه وجود یک سری مفاهیم از پیش در ذهن اونها قرار داده شده هستش. توی این دنیا فقط اونها رو به واسطه مواردی بروز میدن. اما تجربه گرایی میگه که دانش از طریق تجربه‌ها و تعامل‌های آدم با جهان کسب میشه و چیزی از قبل وجود نداره، بلکه این تجربه ها و تعامل های آدم هستش که این دانش رو برای انسان ها به وجود میاره. هرچند فطری نگری و تجربه گرایی در یونان باستان و در عهد قدیم طرفداران و موافقانی داشته، اما فطری نگری رو میتونیم تو اندیشه های رنه دکارت ببینیم. رنه دکارت یکی از فیلسوفان قرن 17 بوده که اعتقاد داشته برخی از اندیشه ها از قبیل خدا، خیشتن، اصول بدیهی هندسه، کمال و بی‌نهایت اندیشه‌های فطری هستند. علاوه بر این دکارت به این جانبداری این نظریه شهرت داره که بدن انسان رو میتونیم مثل ماشینی در نظر بگیریم که مثل هر ماشین دیگه قابل بررسیه. این دیدگاه سرآغاز رویکردهای پردازش اطلاعات درباره ذهنه که اندکی بعد در همین فصل در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. همینطور تجربه گرایی هم به اندیشه‌های جان لاک توی سده 17 برمیگرده. جان لاک معتقد بود که ذهن انسان توی بدو تولدش مثل یک لوح نانوشته است که تجربه های جریان رشد زندگی اون دانش و فهم رو روی اون ثبت میکنه. این دیدگاه سرآغاز پیدایش روانشناسی تداعی گرا بود. تداعی گرایان وجود اندیشه ها و توانایی های فطری رو قبول نداشتند، بلکه در عوض بر این عقیده بودند که ذهن از اندیشه هایی انباشته میشه که از طریق حواس به اونها راه پیدا میکنه و طبق اصولی مثل اصول مشابهت و تضاد به همدیگه پیوند میخوره. پژوهش‌های کنونی در زمینه حافظه و یادگیری پیوندی با نظریه آغازین تداعی گرایی داره. اما مناقشه بین فطری نگری و تجربه گرایی امروز تحت عنوان مناقشه طبیعت و تربیت ادامه داره. کدوم یکی از رویکردها امروز بیشتر مورد توجه روانشناسان هست؟ آیا فطری نگری درست میگه یا تجربه گرایان نظرهایی که دارن نظرات درستی هستش؟ باید به این نکته اشاره بکنیم که هرچند گروهی از روانشناسان قائل به این هستند که رفتار اساساً محصول تجربه هست یا اینکه رفتار اساساً برخواسته از عوامل زیست شناختی و وراثتی هست، اما اکثر روانشناسان رویکرد تلفیقی دارن. رویکرد تلفیقی حاکی از اینه که فرایندهای زیست شناختی مثل وراثت یا فرایندهای مغزی که ما به عنوان فطری نگری اونها رو میشناسیم بر اندیشه ها، احساسات و رفتار اثر میگذارن، اما تجربه هم بر این پدیده ها اثر میذاره. توی فصل های دیگه این دوره
در موارد متعدد باز هم به مسئله طبیعت و تربیت می‌پردازیم. موضوعاتی که تا الان راجع به صحبت کردیم در مورد خاستگاه‌های تاریخی روانشناسی و تاریخی که برد علوم رو به سمت روانشناسی علمی صحبت کردیم. اما الان می‌خوایم راجع به آغاز روانشناسی علمی صحبت بکنیم. آغاز روانشناسی علمی متقارن با تأسیس نخستین آزمایشگاه روانشناسی توسط ویلهلم ووند توی شهر لایپزیگ آلمان در سال 1879 هستش. ووند بر این باور بود که ذهن و رفتار رو هم مثل سیاره ها و مواد شیمیایی یا اندام های بدن انسان میشه با روش های علمی بررسی و تحلیل کرد و به این واسطه آزمایشگاه خودش رو تأسیس کرد. پژوهش هایی که خود ووند انجام داد عمدتاً متمرکز بر حواس آدمی و به ویژه حس بینایی بودند. در این حال همراه با همکارانش بررسی هایی رو هم در مورد توجه، هیجان و حافظه انجام داد. روشی که ووند برای بررسی فرایندهای ذهنی استفاده می‌کرد درون نگری بود. درون نگری یعنی مشاهده و ثبت ماهیت ادراک‌ها، اندیشه‌ها و احساس‌های شخص توسط خودش. مثلا تأمل شخص درباره تأثیرات حسی خودش از محرکی مثل تابش نور رنگین. ووند سعی کرد که به روش درون نگری که از فلسفه گرفته بود بُعد تازه‌ای ببخشه. به این معنی که خویشتن نگری رو کافی نمی‌دونست، بلکه آزمایش رو برای تکمیل اون لازم می‌دونست. اون توی آزمایش‌های بُعد فیزیکی محرک معینی مثل شدت اون رو به شیوه منظمی تغییر می‌داد و بعد از اون روش درون نگری رو به کار می‌گرفت تا معلوم شه تغییرات فیزیکی موجب چه تغییراتی توی تجربه هوشیار آزمودنی از اون محرک میشه. اما اتکا به روش درون نگری به ویژه در بررسی رویدادهای ذهنی بسیار سریع کارایی نداشت. اتکا به روش درون نگری نمیتونست بسیاری از موضوعاتی که به روانشناسی مربوط میشد رو بتونه پاسخ بده بهش و این موضوع باعث پیدایش سایر رویکردها توی روانشناسی شد. رویکردهای جدیدی مثل ساختگرایی و کارکردگرایی محصول ناکارآمدی روش درون نگری بودن که ووند از اونها استفاده میکرد و در مورد ساختگرایی و کارکردگرایی صحبت میکنه. در قرن 19 توی شیمی و فیزیک از راه تجزیه ترکیبات پیچیده تر به اسم مولکول ها به عناصر کوچکتری به اسم اتم ها تحول عظیمی ایجاد شد. این موفقیت ها در کنار محدودیتی که روش درون نگری ووند داشت باعث شد که روانشناس ها ترغیب بشن تا در جستجوی آن دسته از عناصری بر بیان که از تجربه های پیچیده تر به وجود اومده. روانشناسان این چنین تصور می‌کردند که اگه شیمیدان ها با تجزیه آب به اکسیژن و هیدروژن گام بزرگی توی رشته خودشون برداشتن، چرا ما نتونیم مثلا مزه لیمونات که یک ادراک هست رو به عناصر کوچکتری مثل شیرین، تلخ و سرد که احساس ها هستن تجزیه بکنیم؟ حامی اصلی ساختگرایی که به معنی تحلیل ساختارهای ذهنیه و به معنی کوچک کردن واحدهای فرایندهای ذهنی هوشیار هست، کسی بود به اسم تیچنر. تیچنر سردمدار ساختگرایی بود. ساختگرایی سعی می‌کرد که فرایندهای ذهنی رو به عناصر کوچکتر تجزیه بکنه و اون عناصر کوچکتر رو مورد بررسی قرار بده. تیچنر یکی از شاگردای ووند بود که آمریکایی بود و به آزمایشگاه ووند رفته بود و بعد به آمریکا برگشته بود و اومد یک مکتب به اسم ساختگرایی رو ایجاد کرد و سعی کرد ساختارهای ذهنی رو تحلیل بکنه. اما در کنار اون برخی از روانشناسان با ماهیت صرفاً تحلیلی ساختگرایان به مخالفت برخاستند. ویلیام جیمز یکی از روانشناسان برجسته دانشگاه هاروارد بود و این نکته رو پیش کشید که به جای تأمل و تأکید بر تحلیل عناصر هوشیاری بیشتر باید به بررسی ماهیت سیال و شخصی هوشیاری پرداخت. رویکرد جیمز کارکردگرایی نامیده شد. مراد از کارکردگرایی اینه که ذهن چگونه کار میکنه که جاندار موفق به انطباق و سازگاری با محیط و عمل توی اون میشه. توجه روانشناسان قرن 19 به موضوع انطباق با محیط از نظریه تکامل داروین نشأت میگیره. روانشناسان بر اون شدند که هوشیاری به سبب نقشی که توی هدایت فعالیت‌های آدمی داره تکمیل یافته. بنابراین نتیجه گرفتند که برای درک نحوه انطباق یک جاندار با محیط باید رفتار واقعی اون رو مورد بررسی قرار بدیم، نه اینکه رفتار اون رو به ساختارهای ذهنی کوچکتر بخوایم تقلیل بدیم و اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. کارکردگرایان به این ترتیب گستره روانشناسی رو وسعت دادن تا بررسی رفتار رو هم در بر بگیرن. اما نکته ای که وجود داره اینه که هم ساختگرایان و هم کارکردگرایان هر دوشون روانشناسی رو دانش تجربه هوشیار به شمار می آوردن.
ساختگرایی و کارکردگرایی نقش مهمی توی رشد آغازین روانشناسی داشت. با توجه به اینکه هر کدوم از این دو مکتب رویکرد نظامداری رو به علم روانشناسی داشتن و از متد استفاده می‌کردن، از اونها به عنوان دو مکتب رقیب توی روانشناسی یاد می‌شد و سعی کردند متد داشتن توی روانشناسی و قابل تکرار بودن آزمایش‌ها رو داشته باشن و این یک گام بزرگ توی روانشناسی و علمی کردن رشته روانشناسی بود. اما توی دهه 1920 ساختگرایی و کارکردگرایی جای خودشون رو به سه مکتب جدید دادن. اولین مکتبی که اومد خودش رو توی علم روانشناسی جا داد مکتب رفتارگرایی بود. رفتارگرایی توسط جان واتسون پایه‌ریزی شد و در ایالات متحده و آمریکای شمالی بیشترین توجه رو به خودش جلب کرد. مکتب بعدی روانشناسی گشتالت بود. هنگامی که رفتارگرایی توی آمریکا در حال گسترش بود، گشتالت توی آلمان به وجود اومد. گشتالت توسط ورتهایمر، کافکا و کوهلر پایه‌ریزی شد. و رویکرد آخر هم روانکاوی بود که این مکتب تو آغاز قرن 20 توسط زیگموند فروید پایه‌ریزی شد و بر مبنای مفهوم ناهوشیار ایجاد شد و تأثیر خودش رو هنوز هم توی رشته روانشناسی به شدت داره. روانکاوی هم نظریه‌ای در باب شخصیته و هم روشی برای روان درمانی. این رویکردها رو از نظر میگذرونیم و تا مقدار بسیار زیادی سعی میکنیم با اونها آشنا بشیم. در مورد اولین رویکرد صحبت میکنیم، رفتارگرایی. همونطور که گفتیم رفتارگرایی با مطالعات واتسون ایجاد شد و رفتارگرایی رو بنیانگذارش رو ما واتسون میدونیم. واتسون با مطالعه روی حیوانات و کودکان مطرح شد. توی رفتارگرایی واتسون هیچ پیش‌فرضی از مفهوم هوشیاری وجود نداره. واتسون علیه دیدگاهی که قلمرو روانشناسی رو محدود به تجربه هوشیاری میدونست قد علم کرد. واتسون توی بررسی‌های خودش درباره حیوان‌ها و کودکان خردسال هیچ پیش‌فرضی در مورد هوشیاری عنوان نکرد. اعتقاد واتسون این بود که حیوان‌ها و روانشناسی کودک نه تنها علوم مستقلی به شمار میان، بلکه میتونیم از اونها به عنوان الگویی برای روانشناسی بزرگسالان هم استفاده بکنیم. اعتقاد واتسون بر این بود که همه رفتارها حاصل شرطی شدنه و محیط از راه تقویت عادت‌های خاص رفتار رو شکل میده. واتسون بر این اعتقاد بود که برای اینکه روانشناسی به صورت علم در بیاد، داده‌های اون باید مانند داده‌های سایر علوم قابل وارسی همگانی باشه. اعتقاد واتسون این بود که رفتار یک امر همگانیه و هوشیاری یک امر خصوصی. علم باید در مورد واقعیت‌های همگانی نظر بده و با اونها باید سر و کار داشته باشه. نارضایتی فزاینده روانشناسان از درون نگری توی اون زمان سبب شد که رفتارگرایی به سرعت رواج پیدا بکنه. توی آمریکا بسیاری از روانشناسان جوان‌تر خودشون رو رفتارگرا می‌نامیدن. تحقیقاتی که پاول فروسی که یک فیزیولوژیست بود در مورد پاسخهای شرطی انجام میداد، شاخه مهمی از رفتارپژوهی به شمار می اومد. اما با این همه نفوذ گستره رفتارگرایی رو باید حاصل تلاشهای واتسون بدونیم. واتسون اعتقادش این بود که تقریبا همه رفتارها حاصل از شرطی شدن هستند و محیط از راه تقویت عادتهای خاص رفتار رو شکل میده. مثلا برای آروم کردن کودک گریان، اگر به اون شیرینی بدیم، این شیرینی عادت گریه و فغان کودک رو تقویت میکنه. یعنی به این معنی که برای این که به اون شیرینی برسه، گریه و فغانش رو بیشتر میکنه تا این که به اون شیرینی بخواد برسه. توی این دیدگاه پاسخ شرطی کوچکترین واحد رفتار محسوب میشد که میتونست پایه شکلگیری رفتارهای پیچیده تر باشه. همه انواع الگوهای پیچیده رفتار که تو نتیجه آموزش یا پرورش ویژه ایجاد میشدند، چیزی بجز شبکه به هم پیوسته ای از پاسخهای شرطی نبودند. رفتارگرایان معمولا پدیده های روانشناختی رو تو قالب محرک و پاسخ در نظر میگیرن که به عنوان روانشناسی SR یا به روانشناسی محرک پاسخ معروف شدن. اگر یک مقدار دقیق بشیم توی رفتارگرایی، به این نتیجه میرسیم که رفتارگرایی به شدت به نظریه تجربه گرایی که راجع به اون صحبت کردیم نزدیکه و اصولاً هر چیزی رو حاصل تجربه میدونه. همه رفتارهای ما رو میتونیم به واسطه رفتارگرایی اگر نگاه بکنیم برگردیم و اون رو کوچیک‌تر بکنیم به واحدهایی که شرطی شدن ما به واسطه تجربه‌هایی که تو محیط داشتیم اون رو ایجاد کرده و اون رو سامان داده و به هیچ عنوان قائل به نظریه فطری‌نگری در حد حتی خیلی کم هم نیستن. رفتارگرایان افراطی تجربه‌گرایان بسیار بزرگی هستند. همونطور که گفتیم هنگامی که رفتارگرایی توی آمریکا داشت رواج پیدا می‌کرد، روانشناسی
گشتالت توی آلمان به وجود اومد. گشتالت یک واژه آلمانیه به معنای شکل یا شکل‌بندی یا هیئت که به روی کرده برتایمر و همکارانش کافکا و کوهلر اطلاق میشه. هر سه این افراد بعدها به آمریکا مهاجرت کردند. گشتالتی ها اصولاً به مبحث ادراک توجه ویژه‌ای داشتند و اعتقاد اونها بر این بود که تجربه های ادراکی مبتنی بر طرح‌هایی هستند که محرک ها و سازمان تجربه اونها رو شکل میدن. به این ترتیب کل یک چیز متفاوت از مجموع اجزای اونه، زیرا کل تابع روابط اجزاست. به عنوان مثال یک درخته، چیزی متفاوت از مجموع اجزای اون، شاخه، برگ، ریشه، ساقه و چیزهای دیگه هستش. کل این مجموعه یک ادراک متفاوتی از مجموع اجزای اون رو به افراد خواهد داد. روانشناسان گشتالت به ادراک حرکت به نحوه ارزیابی اندازه و به نمود رنگ‌ها تحت تأثیر روشنایی توجه زیادی داشتن و توی اون دوره خودشون در مورد این مسائل بسیار زیاد تحقیق کردند و زمینه ساز پژوهش‌های معاصر روانشناسی شناختی که در مورد روانشناسی شناختی هم صحبت خواهیم کرد بودند. اما رویکرد بعدی که توی این قسمت از تاریخ علم به وجود اومد رویکرد روانکاوی بود. هسته اصلی رویکرد روانکاوی مفهوم ناهوشیاره که مفهوم ناهوشیار اینطور تعریف میشه: افکار، نگرش‌ها، تکانه‌ها، امیال، انگیزه ها و هیجان هایی که خودمون از وجود اونها آگاهی نداریم اما روی رفتار ما تأثیر میذاره. فروید اعتقاد داشت که امیال ناپذیرفتنی از قبیل امیال منع شده یا تنبیه شده دوران کودکی از حیطه آگاهی هوشیار رانده میشه و جزء ناهوشیاری میشه، اما همچنان بر افکار و هیجان ها و اعمال ما اثرگذار هستند. افکار ناهوشیار به صورت های گوناگونی خودش رو نشون میده، از قبیل رؤیا، لغزش های لفظی، اطوار بدنی و یا اتفاق های دیگه این چنینی. فروید در زمان کار درمانی خودش از روش تداعی آزاد استفاده می‌کرد که این روشی بود برای بازیابی ناهوشیار. اعتقاد فروید بر این بود که قسمت بسیار کمی از رفتار و اعمال ما تحت تأثیر هوشیاری و قسمت هوشیار روان ما هست، بلکه بسیاری از دلایل رفتاری ما و دلایل عملکردی ما تحت تأثیر انگیزه ها و تکانه های ناهوشیار ما شکل میگیره که رانده شدن و به واسطه اتفاقهای مختلفی روی رفتار خودش رو نشون خواهد داد. و اگر بخوایم دلیل اصلی رفتارها رو مورد بررسی قرار بدیم، حتما باید مفهوم ناهوشیار رو مورد بررسی قرار بدیم و به اون توجه ویژه‌ای بکنیم. انگیزه های امیال ناهوشیار توی نظریه فروید غالبا جنسی و پرخاشگریه و به همین علت زیاد مورد استقبال توی دوره خودش قرار نگرفت. اما تحقیقات امروز نشون دهنده اینه که این مفاهیم روی عملکرد و رفتار تأثیر بسیار زیادی دارن و این عملکرد و رفتار به واسطه مفاهیم ناهوشیار میتونن تحت تأثیر قرار بگیرن. حتی امروزه روانشناسان دیدگاه فروید رو در مورد ناهوشیاری خیلی وقتها به صورت تمام و کمال نمیپذیرن، اما معمولا پذیرای این نکته هستند که آدم‌ها از برخی وجوه پر اهمیت رفتار خودشون آگاهی کامل ندارن.